حبه وجماله إعجازه وحروفه وكماله الوحي جاء به إلى محبوبنا والكون عاد هداه عاد جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی در سوره قصص در آیه 26 پیام دیگری برای پیروان خود دارد. در این آیات، آیات قبل از 26 یعنی آیات 25 و 24 و اینها داستان یکی از انبیای خدا که همانا حضرت موسی علیه السلام هست بیان میشه. حضرت موسی کی بود و بالاخره در مقابل او فرعون زمان استادگی کرد و بعد قضا و قدر الهی حضرت موسی را می آورد و به طرف مدین و در آنجا میبیند حضرت موسی علیه السلام که مردمان در گرد یک چاه آب قرار دارند و در حال کشیدن آب هستند. در گوشه ای از گوشه های این چاه، یعنی در یک فاصله، میبیند که دو دختر با عزت و با عفت و پاک دامن استاده هستن و در انتظار این که اطراف این چاه خلوت بشه و آنها ظروف خود را آب کنن و او حیواناتی که همراهشان هست آنها را آب بدهن و بالاخره پس به طرف خانه و زندگی خود برگرد. حضرت موسی علیه السلام وقتی این قضیه را دید رفت از چاه آب کشید و بالاخره ظروف اینها را آب کرد و اینها طرف خانه خود برگشتند. وقتی رفتن خلاف عادت همیشگی وقت‌تر به خانه رسیدند. وقتی که به خانه خود رفتن پدرشان حضرت شعیب علیه السلام پرسان کرد که امروز وقت در آمدی. جریان و داستان را گفتن که چنین جوانی بود که چنین خدمت را انجام داد و ما به خانه زودتر رسیدیم. و بعد نکته و پیام قرآن اینجاست. این دختران با پدر خود گفتن بابا جان، اگر دنبال یک انسانی که درست و صحیح خدمت بکنه میگردی، این جوانی که ما دیدیم این دارای چنین صفاتی هست، این خیر
من استعجرت القوی الامین. این بهترین جوان است که اگر به خدمت میگیرید هم قوی هست و هم امین هست. قوت موسی علیه السلام واضح و آشکارا بود که دیدن که اون آب چاه و با اون دل و بزرگر با چی سهولت و با او سنگی که در آن قسمت چاه بود، حتی با او دلوی که بود، حرکات حضرت موسی علیه السلام با او قوتی که دیدن، این دختران حضرت شعیب علیه السلام به پدر خود گفتن که این قوی هست. و مسئله امین بودن را وقت اشاره کردن، این بود هنگامی که موسی علیه السلام طلب شد به خانه حضرت شعیب علیه السلام. دختران در عقب حضرت موسی می آمدن و حضرت موسی علیه السلام را حتی با ریگ های دست اشاره می کردن که راه و مسیر راه را ادامه بدهد، تا چشم موسی علیه السلام با این دختران پاک دامن نیفتد. داستان طولانی هست و دوستان می توانند در سوره قصص از روی تفاسیر بردارن و قصه حضرت موسی علیه السلام و دختران حضرت شعیب علیه السلام و جریان ازدواج حضرت موسی با یکی از دختران حضرت شعیب را در تفاسیر بخوانند. در این برنامه اینه که و هدف از این برنامه اینه که ما پیام آیات را متوجه بشیم، پیام قرآن را متوجه بشیم. در این آیه مبارکه وقتی میگه ان خیر من استعجرت القوی الامین، اگر میخواهید کسی را بگیرید که خدمت بکنه و کسی را میخواهید به اجاره بگیرید و کسی را میخواهید به عنوان خادم بگیرید و کسی را میخواهید به عنوان یک سرپرست و مسئولیت در کار انتخاب بکنید، این دو شایستگی و دو صفت باید در وجودش باشه، قوی باشه و امین باشه. مسئله قوی بودن و مسئله امین بودن، امت اسلامی که امروز دچار مشکلات شده، چون ما افرادی که در کار انتخاب می کنیم قبل از اون نگاه نمی کنیم که آیا این لیاقت و شایستگی این پست و این چوکی و این منصب را دارد یا ندارد. آیا انسان قوی هست؟ اگر انسان قوی بود و امین نبود، باز هم دچار مشکل میشه. او اداره، آن مدرسه و آن مکتب و آن حرکت و آن نهضت. اگر انسان امین بود و قوی نبود، باز هم دچار مشکل میشه. سیدنا یوسف علیه السلام وقتی که فرصت برایش مهیا میشه میگه اینی حفیظ علیم، من در این کار خوب واقفم و امینم، حفیظم. پس باید ما وقتی که حرکت نهضت آغاز میکنیم، افراد باید زعامت اون حرکت را به دوش داشته باشن تا اینکه قوی و امین باشن. قوی بودن حتی از لحاظ جسمی قوی باشن، جسم تنها کفایت نمی کنه، از لحاظ فکری باید قوی باشن، از لحاظ ایمانی باید قوی باشن، از لحاظ عقلی باید قوی باشن، از لحاظ اداری و تربیتی و علمی باید قوی باشن. وقتی که ما فرد را که از لحاظ ایمانی و فکری و عقیدتی و از لحاظ تربیتی و از لحاظ اداری انسان قوی بود، اینجا نتیجه کاملا مثبت هست. آنجا ما ثمره و نتیجه را می‌بینیم.
در کنار قوی بودن امین بودن شرطه. یعنی قوی بودن و امین بودن برای یک زعیم لازم و ملزوم هست. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی میبینیم اشاره میکنه. بزرگترین صفت تمام انبیاء علیهم السلام این بود که انبیاء علیهم السلام امین بودن. حضرت نوح علیه السلام میگه اینی رسول امین من فرستاده امینی هستم. این امانتی که به دوش من سپرده شده این را باید درست برسانم. میبینیم لقب نبی کریم صلی الله علیه و سلم حتی قبل از بعثت به نام محمد امین مشهور هست. مسئله امانت، مسئله امین بودن خیلی مهمه. وقتی در یک مکتب، در یک مدرسه، در یک ولایت، در یک مملکت شخص ما به عنوان مسئول قرار میدیم، این دو شرط را باید داشته باشه. قوی باشه. گفتیم قوی از لحاظ فکری، ایمانی، عقلی، اداری، تربیتی، درست و صحیح تربیت شده باشه، درست و صحیح علم داشته باشه، درست و صحیح ایمان و عقیده داشته باشه، قوی باشه. و همچنین مسئله امین بودن و مسئله امانت داری. این که الله سبحانه و تعالی این خیر من استأجرت القوی الامین، اگر میخوای به خدمت بگیرید، این فرد دارای این دو صفت خاص هست، قوی هست و امین هست. الله سبحانه و تعالی این دینی که برای انسان و برای انسانها نازل شده، این قرآن، این دین، این اسلام، این را به عنوان یک امانت میگه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض، این امانت را الله سبحانه وتعالی میگه ما عرضه کردیم. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، اینها امانت هست. پس مسئله قوت و مسئله امین بودن خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر می فرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله سبحانه و تعالی شما را امر میکنه شما امانات را به اهلش بسپارید. وقتی در یک مکتب و مدرسه و یک ولایت اینها، این پست ها و این چوکی ها و اینها امانت هست، باید به اهلش سپرده بشه، باید قوی باشه و امین باشه. صفات مؤمنین را الله سبحانه وتعالی وقتی بیان میکنه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمنینی که در حقیقت رستگاران آن مؤمنینی هستند که دارای این صفاتن که یکی از صفات اونها والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اون امانتی که به ایشان سپرده شده رعایت میکنن، با اون عهدی که با اونها شده رعایت میکنن. پس به هر حال مسئله قوی بودن و امین بودن خیلی مهمه. باید وقتی رئیس جمهوری رو انتخاب میکنیم قوی باشه و امین باشه، وزیری رو انتخاب میکنیم باید قوی باشه و امین باشه، والی که انتخاب میکنیم در شهر باید قوی باشه و امین باشه، تا میرسد به مدیر مکتب و مدیر مدرسه و بالاخره تا پایین ترین رتبه که در نظام حکومت هست. اگر قوی بود امین نبود، او اداره به هم میریزه. اگر امین بود قوی نبود، باز هم او اداره به هم میپاشه. الله سبحانه و تعالی همه رجال ما را، همه مسئولین ما را در ادارات که قرار دارن، الله هم اونها را قوی بگردانه و هم امین داشته باشه. و اگر اینها این لیاقت و شایستگی را ندارن، الله سبحانه و تعالی اینها را کنار ببره و فرد و افراد قوی و امین بر سر امت اسلامی زعیم بگردانه.
همه ما تلاش بکنیم تا این که در دنیا هم قوی باشیم و هم امین، وقت قوه ایمانی، قوه علمی، قوه فکری و عقلی آماد و امانتداری آماد، اینجا جامعه ما یک جامعه سالم، یک جامعه میشه که انسانها در راحت و آسودگی زندگی میکنن. پس این پیامر فراموش نکنید، این خیر من استأجرت القوی الامین. حتی برای خود اگر خدمه هم میگیرید متوجه باشید که قوی باشه و امین باشه. وقتی قوی میگیم، باز هم اشاره میکنم، جسمش قوی باشه، ایمانش قوی باشه، عقل و فکرش قوی باشه و در قسمت کار اداری که وقتی در جای استخدام میشه قوی باشه و همچنین امانت دار باشه. پروردگار عالم همه زعمای کشورهای اسلامی را قوت ایمانی و عقیدتی و امانت و امانت داری نصیبشان بگردانه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به خدای یکتا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات.